نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز شنبه دوم سفر سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله العظما شیرازی در این نشست در پاسخ به این سوال که آیا زیارت امام حسین علیه السلام در هر مکانی از شهر کربلا زیارت محسوب می شود فرمودند اگر در چنین شرایطی انسان عذر داشته باشد زیارت محسوب می شود اما اگر بدون عذر و دل بخواه به حرم متحر مشرف نشده معلوم نیست که چرا که معنای کلمه زیارت حضور است و گفته نشده شما زمین کربلا را زیارت کنید بلکه باید در داخل حرم متحر حاضر شد معظم الله در ادامه فرمودند معنای زیارت در تمامی موارد همین است مثلا اگر کسی در خانه نشسته و اموات او در مقبره دفن هستند و او از راه دور برای آنها فاتحه میخواند آیا به این زیارت اموات میگویند آیا اگر کسی مریض شد انسان نزد بیمار حاضر می شود و در این صورت میگویند زیارت مریض انجام شده است ایشان با تاکید مجدد بر اینکه زیارت به معنای حضور است فرمودند فقط در مورد معصومین علیه السلام استثناء زیارت از راه دور به خاطر ادله زیارت محسوب می شود وگرنه اسم آن زیارت نیست آیت الله العظما شیرازی در ادامه فرمودند در مورد زیارت اربعین هم وقت زیارت از طلوع فجر تا زمان غروب است بر حسب قول مرحوم صاحب جواهر الکلام در مسئله نهار که ایشان طلوع فجر و نه طلوع شمس را ملاک میداند و همچنین حضور در حرم متحر لازم است وگرنه حضور در یک یا دو فرسخ فاصله صدق زیارت نمی کند معظم الله تأکید فرمودند البته در مستحبات برای کسی که معذور است چه از لحاظ مکان و چه زمان به قدری که ارتکاز متشرعه میپذیرد توسعه قائل شدند لذا در صورت عذر مثلا زمانی که ازدهام جمعیت زیاد است و امکان حضور در حرم متحر نیست زیارت از فاصله دورتر اشکال ندارد و همچنین تا دو سه روز قبل و بعد از لحاظ زمانی بلا است با هم فرمایشات آیت الله رازی را ببینیم و بشنبیم. اگر معذوره بله همین اگر معذوره بخواد بله چون عذر داره یه وقتا نه همینجوری دلخواهی نه معلوم نیست و اما از کلمه زیارت یعنی حضور نجوبت زیارت زمین کربلا بودن زیارت امام حسین علیه السلام زیارت قبر طاهر حضرت سید الشهدا یعنی باید تو حرم بره زیارت از معنیش اینه اگه یک کسی اینجا تو خونش بیشینه امواتش توی مقبره دفن هستن واسهشون ازشون حمد میخونه این زیارت اموات بش میگن کلمه زیارت یعنی حضور اگه یک کسی دیدنی یه مریض میره پیشش حاضر میشه این زیارت مریض کرده زیارت اینه فقط در معصومین علیهم السلام استثناء زیارت من بعید زیارت حساب شده به خاطر ادله اگر زیارت اسمش نیست زیارت حضور زیارت کی در اربعین امام حسین یعنی باید تو حرم بره زیارت یک فرسخی یک فرسخی یا دو فرسخی این اسمش کربلاست اما نه زیارت صدق میکنه زیارت صدق نمیکنه بله من عرضم اینه که در مستحبات برای کسی که معذوره توسعه هست توسعه هست و الله علی محمد و آله